با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه آن سوی خبر رو میگشاییم با سرفصل و عناوین مهم اخبار ایران و جهان و تازه ترین رویدادهای عمدتا مرتبط به ایران در طول 24 ساعت گذشته اظهارات حیرت و تعجب آمیز آیت الله خامنه ای از میزان گسترده و عظیم فسادها در بازار قاچاق کالا در دیدار با اعضای مهندسین همینطور تازه ترین ابراز نظر هاشمی رفسنجانی در خصوص اتخاذ تدبیر لازم برای حل مشکلات منطقی از جمله ابراز امیدواری در گشایش با روابط کشور عربستان موج جدیدی از جزئیات ها از جهان مذاکرات هسته با اظهار نظر عباس راخچی و همینطور محمد جواد ظریف مبنی بر پیشرفت هایی هرچند اندک همینطور اظهار گلایه حسن روحانی مبنی بر اینکه مخفی کاری ایران در قنیسازی دروغی بزرگ بوده است دور تازه ای از مباحث انتقال پایتخت با ابراز خوشبینی روحانی و براخره صحنه های تاریخی جایزه های اسکار در هالیوود آمریکا با صدرنشینی مرد پرنده اهم اخبار و رویدادهایی بودند که در طول 24 ساعت گذشته در پهنه اخبار گردش انتشار داشت همینک مرور میکنیم بر اهم اخبار ایران و جهان در برنامه آن سوی خبر امشب سهشنبه پنجم اسفند ماه ایرانی آیت الله علی ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز مهندس با انتقاد از شعارهای دولتهای مختلف مبنی بر ما میتوانیم با لحنی تا حدودی منتقدانه و مطالبه مدار میگفت که ما میتوانیم رو در عمل به مردم نشان دهید این سخنان خامنه ای که در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس که گویا در تاریخ ششم بهمن ماه سال جاری برگزار شده بود دیروز در همایشی که به همین منظور در سالن اجتماعات برج میلاد برپا شد انتشار یافت در این میان خبرگزاری های ایران از جمله ایسنا به نقل از خامنی می نوشت که کاری که شما باید بکنید این است که اولا این مسئله ما می رو به مردم در عمل نشان دهید در بخش های مختلف تلاش کنید که کارهای نکرده انجام بگیرد خامنه ای در تفسیر صحبت های خود این گونه اشاره میکرد و به طور مستقیم می گفت یعنی واقعا بتوانیم ما محصول, ها محصول کارهای مهندسین خودمون در کارخانجات و در قطعه سازی و در بخش های گوناگون را در بازار مبادرات بین المللی به جهان عرضه کنیم. خامنه ای با ابراز نارضایتی از ناکارآمدی عملی شعارهای مطروحه در سیستم جمهوری اسلامی با لحنی آمرانه از مهندسین مسئول میخواست که این کار مهمی است که شماها در این زمینه الان مسئولیت دارید داخل دولت یا مجلس هستید و میتوانید تصمیم بگیرید و سعی کنید که این فشار واردات بر کشور رو نیز کم کنید علی خامنه ای در بخشی از این بیانیه نوشتاری با ابراز شگفتی از میزان و ارقام نجومی قاچاق در ساختار جمهوری اسلامی به طور مستقی به این موضوع اشاره می کرد و می گفت مثلا مسئله قاچاق رقم هایی که این روزها می گویند رقم های عجیب و غریب گیج کننده 20 چند میلیارد قاچاق است واقعا سر انسان گیج می رود نکته قابل توجه در این بخش از اظهارات رهبری ایران آن است که عمده قاچاقهای کلان در ایران توسط نهادهای نظامی و نهادهای وابسته به شخص رهبری صورت میگیرد که در یکی از مطرحترین گزینه روی شده و رسانه ای شده همانا اظهار سریح احمدی نژاد با عبارت برادران عزیز قاچاقچی بود که به طور سریح به ارگان نظامیان سپاه پاسداران اشاره داشت. علی خامنه ای در ادامه این بیانیه همچنین به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی شعاری خیلی بسیار کلی در حالتی نهیب گونه می گفت خب درست است لکن با اسم با تکرار زبانی هیچ اتفاقی نمیافتد که گویا در حد شعار ماندن این تعابیر غیر علمی ابراز نخورسندی می کرد خامنه ای فارغ از اینکه اقتصاد امریز دانش بنیاد که با عوامر فقهی سازگاری ندارد در همین راستا و گویا در پی تاکید خامنه ای و تقاضاهای های مکرر روحانی شاید هم برای برون رفت از کسادی اقتصاد برای نظام منسازی اخص مالیات از نهادهای تحت امر رهبری که با پولهای کلان و درآمدهای عظیم در 36 سال گذشته از هر گونه پرداخت مالیات سر باز زده بودند تصمیماتی تازه در راه است. از جمله تصویب دریافت مالیات از آستانهای مقدس یکی از آن موارد است که یا در آستانه تصمیم سازی هستند تا جای که نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال 94 آستانهای مقدس و قرارگاه های سازندگی رو مکلف به پرداخت مالیات کردند در مسببی که نمایندگان مجلس در هنگام بررسی بودجه سال 94 به تصویب رساندند آستانهای مقدس نظیر آستان قدس رضوی و همینطور قرارگاه های سازندگی مانند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه پاسداران مکلف شدند که در سال آینده اظهارنامه های مالیاتی شرکت های وابسته خود را تنظیم کرده و مالیات پرداخت کنند. نمایندگان مجلس ایران سماه پیش نیست طی مصوبه خواستار پرداخت مالیات از سوی نهادهای زیر نظر رهبر شده بودند اما شورای نگهبان در آن مقطع آن مصوبه را رد کرد. نهادهایی مانند آستان قدس رضوی به این دلیل که درآمد آنها از محل نظرها و وقفهای های مردمی است از سوی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در آن هنگام از پرداخت مالیات معاف شدند اما اکنون آستان قدس رضوی به یک مجموعه بسیار بزرگ تبدیل شده که فعالیت های اقتصادی گسترده هم دارد از سوی دیگر قرارگاه خاتم الانبیا سپاه نیز ابتدا برای رفع مشکلات مربوط به جنگ فعالیت میکرد همینک به بزرگترین شرکت داخلی در حوزه های امرانی تبدیل شده است و شرکت های خصوصی داخل ایرانیز به هیچ یا توان رقابت با آنها رو ندارند ادامه آن سوی خبر با تازه ترین رسوایی از ماجراهای چمدان ارز و دلار آزاد شده از لغو دوره‌ای تحریم ها که گویا به خارج روبوده شد در این رابطه الیاس نادران نماینده مجلس به افشاگری های تازه دست زد. ایشان می گفت ارزهای آزاد شده از توافقنامه ژنو را با چمدان از کشور خارج کردند. نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه در ماهای اخیر مقادیر قابل توجهی ارز بانک مرکزی طی محموله چمدانی از کشور خارج شده است می گفت این ارزها همان ارزهای آزاد شده از توافقنامه ژنو است بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در ابتدای جلسه علنی عصر دیروز در تذکری شفاهی اظهار کرد که اخیرا گزارشی دریافت کردیم که نشان میدهد ظرف ماهای اخیر مقادیری قابل توجه از ارزهای بانک مرکزی طی چند محموله چمدان اسکناس ارزی که عمدتا درهم بوده اند از مبادی رسمی و با تاکید بانک مرکزی از کشور خارج شدند ایشان اشاره می کرد که یکی از این محموله ها با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقیف شده است که برای آنها پرونده غذایی تشکیل شد و گفته می شود این ارزها همان ارزهای آزاد شده از توافقنامه ژنو است به زمین این نماینده مجلس چند ملاحظه نیز وجود داشت ایشان در این باره می گفت که نخست اینکه اصل موضوع انتقال منابع آزاد شده از محل توافق ژنو به صورت اسکناس درهمی به ایران با وجود نیازهای ارزی کشور در خارج بلخص کشور امارات نیازمند بررسی و فاقد توجیه و منطق اقتصادی است پس سوال به زمینه اینجاست که چرا اساسا فلان تا آفوقی صورت گرفته و ما پذیرفتیم که این پولها را آن هم به صورت غیر دلاری وارد کشور کنیم تا مجبور باشیم با مکانیزم غیر رسمی و پرداخت هزینه و ریسک به خارج از کشور منتقل کنیم این نماینده مجلس وابسته به طیف اصولگرایان بدون در نظر گرفتن سیستم ناکارآمد بانکی و مدیریتی جمهوری اسلامی همچون همه مسئولین این نظام مجددا همه مشکلات را متوجه آمریکا می ساخت و در انتقاد تون می گفت بار دیگر اثبات شد که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و در مقابل تعهدات مکتوب عینی و جزئی خود در آزادسازی 7 میلیارد دلار و ماهی 700 میلیون دلار در تمدید توافقنامه موقت ژنو هم پایبند نبوده و به دنبال تغییر ایران هستند لازم به توضیح که به استحضار بینندگان عزیز برسانیم که موج فزاینده فساد سازمان یافته در نظام جمهوری اسلامی نخستین بار با خروج 18.5 میلیارد دلار به ترکیه در دولت احمدی نژاد ابعاد گسترده گرفته بود که پس از آن اختلاس 3000 میلیاردی خاوری و همینطور بازداشت زنجانی ها و مجموعی از مفسدان اقتصادی در عهد احمدی نژاد نمونه از این حجم فسادهای گسترده در ایران هستند. در این راستا روزنامه های مختلف نیست تا حدودی به واکنش های گسترده پرداختند از جمله روزنامه اعتماد تیتر اصلی خود رو با علامت سؤال بزرگ و ابهامی به این موضوع اختصاص داد و از ماجرای چمدان های عرض می نوشت ضمن اینکه موضوع هسته ای نیز دیگر مطلب اصلی این روزنامه بود که با درج تصاویری همدلانه از مقامات عالی رتبه مورد مذاکره ای ایران و آمریکا از جمله وزیر خارجه ای آمریکا ایران صالحی و وزیر انرژی آمریکا رو نشان میداد و با واژگانی امیدبخش می نوشت که جدی مفید سازنده با اندکی پیشرفت همچنان بیننده برنامه شامگاهی آنسوی خبر هستید با سویه های تازه ای از اخبار ایران و جهان پس از اظهار و اعتراف سریح وزیر کشور ایران مبنی بر ورود پول کثیف و مواد مخدر به زندگی نمایندگان مجلس در نظام ولایی فقاهی برخی از نمایندگان مصوم به دلواپسان نامعی به وزیر کشور نوشتن که منظور وزیر چه بوده است بگونی که حتی جای شاکی و متهم در این نامنگاری عوض شده بود در واقع این سی نماینده از وزیر کشور میپرسیدند که چرا گفتید بخشی از پولهای ناشی از قاچاق مواد مخدر به سیاست و انتخابات وارد شده است بنابر گزارش خبرگزاری تصنیم حسین علی حاجی نماینده مردم شاهین شهر و عضو شورای مرکزی فراکسیون و مجلس در گفتگویی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تصنیم با اعلام این خبر می گفت که از آنجا که رحمانی فضلی وزیر کشور در گرد همایی مبارزه با مواد مخدر اتهاماتی را به نظام وارد کرد سؤالی از وی مطرح شد که به امضای سی نفر از نمایندگان رسیده و امروز این سوال تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد در بخشی از متن این نامه میخواندیم که مخدوش کردن انتخابات همواره هدف دشمنان نظام اسلامی بوده و هست که به نحوی این وزیر رو در دائره دشمنان نظام اسلامی جای میداد همچنین این دلواپسان بدون در نظر گرفتن اصل ماجرای فساد انتخاباتی گلایه داشتند که زیر سوال بردن سالم ترین و شفافترین نظام انتخاباتی دنیا باعث تزلزل نظامی است که معمار کبیرش حفظ آن را از اوجب واجبات می‌دانستد در بخش دیگری از این نامه با خطاب قرار دادن رحمانی فضلی اینگونه گونه می نوشتن که جناب وزیر هنوز آثار فتنه فتنگران از چهره معصوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاک نشده است که ظاهرا قرار از چنگ دیگری به صورت آن کشیده و افترای دیگری به آن زده, زده شود که یادآور جمله کاسبان واژه فتنه و فتنگری هم به ذهن مخاطبان متبادر می شود این نمایندگان همچنین اظهار سریح وزیر کشور رو تا حدودی با مسائل انتخاباتی مرتبط کردند و مشکوک توصیف می کردن و می بر فرض صحت ادعای مطروحه جنابالی به عنوان مسئول حوزه علت و هم به عنوان متولی و متصدی برگزاری حوزه هدف منظور انتخابات برای سیاست گذاری انتخابات چه برنامه ای دارید؟ این نمایندگان در پایان هشدار میدادند به ایشان که لازم است ضمن پاسخ مستدل از بابت از باب ضرورت صحت ادعا مستندات مربوط و مصادیق آن را ارائه کنید. <متصفح> آن سوی خبر را با تازه های جزئیات مذاکرات هسته‌ای پی می‌گیریم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان چهار روز مذاکرات اتمی با آمریکا این دور از گفتگوها رو جدی مفید و سازنده توصیف کرد و گفت در سه روز اخیر تا حدودی در برخی مباحث پیشرفت داشته ایم در عین حال ظریف می گفت هنوز راه زیادی تا رسیدن به توافق نهایی داریم و اشاره می کرد که تا وقتی در مورد همه مسائل توافق صورت نگیرد در هیچ موضوعی توافق نشده است بنابراین مذاکرات ادامه پیدا می کند جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز دوشنبه بار دیگر در یک هتل در ژنو با ظریف گفتگو کرد البته در خبرها ذکر می شد که در یک هتل مجلل وزیر امور خارجه آمریکا پیش از ترک ژنو گفت که پیشرفت کرده ایم به گفته ی وزیر امور خارجه ایران این گفتگوها هفته آینده در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر از سر گرفته خواهد شد همینطور خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک عضو تیم مذاکره کننده ایران خبر داد که دور بعدی مذاکرات دوشنبه آینده در ژنو برگزار می شود. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز به خبرگزاری فرانسه می گفت که برای دوشنبه آینده یک روز کامل ملاقات ها با شرکت همه مذاکره کنندگان و کارشناسان که تقریبا همه موضوع ها را در بر میگیرد برنامه ریزی شده است. این مقام آمریکایی اشاره می کرد که این ملاقات ها گام هایی در یک فرایند تورانی و سخت است. روز اول مذاکرات اخیر که از روز جمعه گذشته آغاز شد در سطح معاونان وزارت خارجه دو کشور بود و سپس وزرای خارجه دو کشور هم از یک شنبه شب به مذاکرات پیوستند. همچنین وزیر خارجه ایران از صالحی به دلیل حضور در این گفتگوها تشکر کرد و گفت که دور بعدی مذاکرات هفته آینده در حاشیه اجلس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو انجام خواهد شد. از سوی دیگر عباس اراخچی از دیپلمات‌های های ارشد اتمی ایران پیش از شروع مذاکرات امروز می گفت که در برخی موارد اختلافات راه حل هایی پیدا شده است به گفته اراخچی الان زمانی است که باید تصمیم گریه های سیاسی صورت گیرد به همین دلیل ارتباطات سطح بالای مقامات دو طرف رو ضروری تر کرده است در این راستا روزنامه های امروز تهران نیز به طور یک پارچه به این مقوله و مذاکرات هسته واکنش نسبتاً گسترده نشان دادن از جمله روزنامه میان روی شرق با اشاره به اینکه تیم هسته به ایران برگشت با واژگانی ورزشی صحنه ها و روند مذاکرات رو توصیف می کرد. از جمله تیت زده بود که تایم آوت در ژنو رایزنی در تهران و یا روزنامه ابتکار انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تلاش ها برای مخفی کاری ایران در غنیسازی رو تیت برجسته ساخت و از آن به عنوان افشای دروغ بزرگ یاد می کرد. همچنین مطالب اصلی روزنامه ابتکار با رو در رو نشان دادن ظریف و جان کری ژنو رو بسیار جدی توصیف می کرد. آن سوی خبر رو ادامه میدهیم با خبرهای کوتاه از جای جای ایران از حوزه ها و موضوعات مختلف احمد خاتمی از سخنرانی وزیر امور خارجه و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفدهمین اجلاسیه خبرگان رهبری خبر داد و میگفت قرار است در نخستین روز اجلاس خبرگان رئیس جدید مجلس خبرگان نیز انتخاب شود احمد خاتمی می گفت قرار است در جلسه روز 19 اسفند هفدهمین اجلاسیه خبرگان رهبری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در رابطه با مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای سخنرانی داشته باشد بنابر همین گزارش قرار است در روز 20 اسفند نیز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه درباره مسائل داخلی سخنرانی کند این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امیدواریم تا زمان برگزاری اجلاس خبرگان مشکلی برای مدعوین جهت سخنرانی پیش نیاید تصریح می کرد که بعد از سخنرانی این افراد نیز قرار شده پنج نفر از اعضای خبرگان هر کدام به مدت ده دقیقه اظهار نظر داشته باشند. آن سوی خبر با دو رویداد از دنیای حقوق بشر در ایران یکی اندک امید بخش و دیگری باز ماجراهای بازداشت کنشگران عقیدتی با هم میخوانیم نخست بازداشت پنج نفر از شاگردان آیت الله نکونام در قوم تجمع چند صد نفره طلاب حوزه علمیه قوم در اعتراض به ادامه بازداشت آیت الله نکونام صبح دیروز به دستگیری پنج نفر از شاگردان این مرجع تقلید انجامید خبرهای رسیده هاکیس که معموران امنیتی با حضور در منازل افرادی به نامهای علی محمدی، جلیل عباسی، یوسف علی رضایی، موسا علیزاده زاده و علی رضا جهانشاهی از روحانیون شرکت کننده در تجمعات اعتراضی ضمن بازداشت آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند. یکی از شاگردان نکونام آیت الله نکونام به ایران فردا گفته است که در روزهای گذشته بالغ بر 300 نفر از شاگردان آقای نکونام در مدرسه فیزی گرد هم آمده بودند و در تجمعاتی آرام خواستار مشخص شدن وضعیت این مرجع تقلید شدند آیت الله محمد رضا نکونام که از جمله علمای نواندیش حوزوی محسوب می شود و از منتقدان جریان تهجر در حوزه به شمار می رود بیش از پنجاه روز است که به دلایل نامعلوم در بازداشت دادگاه ویژه روحانیت است و در سلول انفرادی به سر می برد. این استاد حوزه مدت قبل از بازداشتش به شدت از کسانی که به خاطر آشنا نبودن با ابزارهای جدید میگویند اینترنت و فیسبوک حرام است انتقاد کرده بود و گفته می شود اختلاف نظر جدی این آیت الله با دو فقیه تنخوی دیگر به نام های مکارم شیرازی و مصباح یزدی در بازداشت او نقشه عمده‌ای داشته است و اما خبر دیگر که تا حدود امید بخش بود تخفیف مجازات دراویش خبر خوش حوزه حقوق بشری امشب است یکی از وکلای هفت فعال حقوق دراویش که در زندان اوین حبس هستند از تبدیل حدود نیمی از مدت زمان محکومیت آنها از حبس تعذیری به تعلیقی خبر داد پایگاه خبری دراویش گنابادی از قول یکی از وکلای دادگستری که نامی از او نبرده خبر داده که بر اساس حکم صادره از سوی شعبه 54 دادگاه انقلاب تهران که اخیرا طی ای به دایره اجرای احکام زندان اوین ابلاغ شد محکومیت حمیدرضا مرادی از ده سال و نیم حبس تعذیری به چهار سال و نیم حبس تعذیری و چهار سال و نیم حبس تعلیقی رضا انتصاری از هشت سال و نیم حبس تعذیری به چهار سال حبس تعذیری و سه سال تعلیقی و همچنین مصطفى دانشجو، امیر اسلامی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی و امید بهروزی به سه سال و نیم حبس تعذیری و دو سال و نیم تعلیقی تغییر یافته بود. این خبر در ادامه می افزاید. محکومیت پنج ساله این افراد از عضویت در احزاب و گروه ها و فرق نیز به دو سال تقلیل یافته است این هفت درویش تاکنون سه سال و نیم از حبس تعذیری خود را گذرانده اند پیشتر حکم محکومیت این دراویش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سلواتی صادر شده بود آن سوی خبر را با فراسوی مرزهای ایران پی میگیریم با اخباری از منطقه و جهان نخست از کشور همسایه ایران افغانستان خبر میرسد که مذاکرات با طالبان به منظور بهبود اوضاع امنیتی در این کشور آغاز می شود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان میگوید که مذاکرات با نمایندگان طالبان میتواند تواند ظرف چند روز آینده شروع شود آقای عبدالله در اظهاراتی در جمع وزرای دولت وحدت ملی افغانستان می گفت که این مذاکرات به سود منافع افغانستان است رهبران دولت وحدت ملی افغانستان به طور روزافزونی از احتمال گفتگوها در آینده بسیار نزدیک با نمایندگان طالبان سخن می گویند در اوایل هفته جاری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنانی گفت که شرایط برای صلح در کشور در طی 36 سال گذشته تا این اندازه آماده نبوده است. اکنون نیز رئیس اجرایی دولت افغانستان میگوید که مذاکره با طالبان میتواند ظرف چند روز آینده آغاز شود. آقای عبدالله تایید کرده است که در صورت آغاز این مذاکرات مردم از روند مذاکرات و از تحولات مربوط به آن آگاه خواهند شد شاید یکی از دلایل اصلی این اعتماد به انجام مذاکرات روابط گرمتر این کشور با پاکستان باشد البته همزمان گزارش های منتشر شده که مقامات پاکستانی مذاکراتی اولیه با مقامات طالبان انجام دادهاند اما هنوز در مورد موفقیت روند صلح شک و تردیدهایی نیز وجود دارد چندین تلاش برای مذاکرات صلح در گذشته با موفقیت همراه نبوده است و از سوی دیگر نیز طالبان هنوز به تلاش های مسلحانه خود در افغانستان ادامه میدهند. همزمان در واکنش به سخنان عبدالله سخنگوی طالبان گفته است که اشارات مربوط به احتمال قریب الوقوع بودن مذاکرات درست نیست در ادامه خبرهای منطقه و خارجی میخواندیم خبر جالبی از محمود احمدی نژاد در واقع دوباره شیطنت های احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق و خودسر به اصطلاح جمهوری اسلامی در عرصه روابط منطقه ای و بین المللی ماجرا آفرید سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه بدون هماهنگی با سفارت ایران روزنامه خراسان به نقل از یک عضو ارشد سفارت ایران در ترکیه خبر داد که برای سفر محمود احمد نژاد به ترکیه هماهنگی با سفارت ایران در این کشور صورت نگرفته است این مقام دیپلمات اظهار می کرد که بنیاد اربکان کار دعوت از رئیس جمهور سابق رو انجام داده و صحبتی با ما نشده ضمن اینکه آن چیزی که رسانه های ایرانی اعلام کردن نیز ترجمه خبری از رسانه های ترکیه بوده است برخی رسانه ها از سفر احمدی نژاد برای شرکت در مراسم سالگرد نجم الدین اربکان نخست وزیر سابق ترکیه خبر داده بودند از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا خبر میداد که احمدی نژاد مجددا به دادگاه احضار می شود البته سوالی می پرسید. در پرونده احمدی نژاد به نظر می رسد دادگاه موضوعی رو استعلام یا استناد و اطلاعاتی از ادارات دولتی یا مجلس مطالبه کرده که این امر منجر به صدور دستور تعیین وقت احتیاطی شده است اما در هر صورت وقت احتیاطی تعیین شده در این پرونده که از 16 دی 92 آغاز شد رفته رفته به یک سال احتیاطی تبدیل شد و ظاهران با گذشت این مدت هنوز هم اقدام مورد دستور دادگاه انجام نشده است تا دادگاه در این پرونده تصمیم نهایی اخذ کند رسانه ها از جمله خبرگزاری ایسنا می پرسید باید دید آیا احمدی نژاد مجددا احزار می شود؟ برنامه آن سوی خبر را با رویدادی دیگر از ایران پی میگیریم به تناسب زمان شاید هم به پایان بردیم با توضیح معصومه ابتکار درباره پیگیری رفع حصر رئیس سازمان محیط زیست ایران می گفت دولت تلاش خود را برای رفع تمام حصرها و ایجاد فضای باز سیاسی می کند ولی این در اختیار روحانی نیست و قوای مختلف باید همکاری کنند به گزارش خبرگزاری فارس ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در جشن سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه شریف می گفت دروغ مبنای فساد و اختلاس و تقلب است انجمن های اسلامی دروغ نگفتند به مردم ولو اینکه منحلشان کردند ایشان افزود که دولت تلاش خود را برای رفع تمام حصرها و ایجاد فضای باز سیاسی می کند ولی این در اختیار روحانی نیست و قوای مختلف بایستی همکاری کنند و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای تازه ترین گزارش های تدوینی همکارانم در تلویزیون ایران فردا که بلافاصله فاصله پس از خبر پخش می شود این جانب از محضر یکایک شما خداحافظی می کنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار در ایران فردا بامداد روشن Pedro اختلاف میان گزارش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و گزارش بانک مرکزی درباره میزان تورم و افزایش قیمت کالاهای ضروری به بروز انتقادهایی علیه دولت روحانی منجر شده است در حالی که آقای روحانی روز گذشته در نشستی از تورم صفر درصدی در بهمن ماه امسال سخن به میان آورده بود گزارش بانک مرکزی که دیروز منتشر شده است این ادعا را رد می کند. گزارش روز گذشته بانک مرکزی نشان می دهد شاخص تورم در بهمن ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.2 درصد در افزایش داشته است. همچنین بنابر این گزارش نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1392 معادل 15.8 درصد در بوده است. بنابر گزارش بانک مرکزی با وجود اینکه سرعت رشد قیمتها در سال جاری نسبت به پارسال کاهش نشان میدهد اما همچنان قیمتها در دوازده قلم اصلی مصرفی خانوار مانند خوراکیها مسکن پوشاک آب برق گاز بهداشت و درمان و ارتباطات به صورت متوسط 16.2 و دو درصد افزایش قیمت داشتند و تنها هزینه سیگار کاهش یافته است همچنین با وجود اقدامات دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه طبق اعلام بانک مرکزی هزینه بهداشت و درمان در یک سال گذشته 33.3 درصد افزایش داشته و افزایش هزینه های حمل و نقل نیز 21.5 درصد است بنابر آماری که روز دوشنبه چهارم اسفند ماه منتشر شده است هزینه ارتباطات در هزینه های خانوار نسبت به سال قبل دوازده و پنج دهم ده درصد افزایش قیمت یافته و تفریحات و امور فرهنگی نیز بیست و نه و یک درصد گرانتر شده است به صورت کلی در بخش کالا از بهمن ماه پارسال تا امسال سیزده و چهار دهم ده درصد در خدمات بیست و پنج درصد و در مسکن آب برق گاز و سایر سوختها نیز پانزده و شش دهم ده درصد گرانی نشان میدهد به این ترتیب آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که برخلاف اظهار نظر آقای روحانی فقط سرعت رشد قیمت ها کاهش یافته است در حالی که امکان افزایش دستمزدها در همین حد نیز وجود ندارد بنابر آمارهای پیشین بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن ماه پارسال 31.7 دهم درصد و در اسفند ماه نیز 32.1 دهم درصد بوده است به این ترتیب اگرچه سرعت افزایش تورم تقریبا نصف شده است اما همین میزان افزایش نیز تأثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید خانوارهای ایران نسبت به سال پیش ایجاد کرده است هادی ابوی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای سنفی کارگران ایران گفته است متاسفانه نمیتوان به نرخهای اعلامی درباره تورم استناد کرد و آنچه که مربوط به معیشت خانوار کارگری است نشان از افزایش قیمتها دارد این مقام مسئول کارگری کشور گفته است آخرین محاسبات نمایندگان کارگران در استانها نشان می دهد که هزینه ماهیانه یک خانوار کارگری 3.100.000 میلیون و هزار تومان است که با وجود کاهش قیمت در برخی اقلام بررسی دوباره ای انجام شد و این رقم به دو میلیون و هزار تومان کاهش یافت این مقام کارگری به تأکیدات مجلس بر لزوم تعیین حقوق و دستمزد یک میلیون و هزار تومانی اشاره کرد و گفت کارفرمایان میپرسند اگر حقوق کارگران پایین است و آنها مشکلات معیشتی دارند چگونه با هزار تومان میتوانند زندگی کنند پاسخ این است که در گذشته تنها یک نفر در هر خانوار کار میکرد و امروز علاوه بر فرد اصلی تمام اعضای خانواده در حال کار هستند در دور تازه ای از افشاگری های معطوف امور مهم سیاسی در جهان اسناد جاسوسی جدیدی به دست روزنامه گاردین و شبکه الجزیره رسیده که نگاه تازه ای به وقایع تاثیرگذار سیاسی دارد یکی از مهمترین این ماجراها ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه بحث برانگیزه هسته ای و توانایی تولید تسلیحات اتمی ایران است که بر اساس اسناد محرمانه تازه منتشر شده با ارزیابی های سازمان جاسوسی اسرائیل موساد تضادهای اساسی داشته است یکی از اسناد فوق محرمانه موساد که حالا در گاردین و الجزیره منتشر شده نشان میدهد آنچه آقای نتانیاهو در سخنرانی مشهور خود در جمع رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح کرد و با کشیدن طرح گرافیکی جنجال برانگیزی نشان داد که ایران تنها یک سال با تولید بمب هسته‌ای فاصله دارد با یافته های سیستم جاسوسی اسرائیل کاملا در تضاد بوده است. آقای نتانیاهو در آن سخنرانی تصویری کارتونی از یک بمب طراحی کرده بود که با خطی قرمز آستانه تعمال دولت اسرائیل را نشان میداد تا به رهبران جهان هشدار دهد که کابوس ایران مسلح به سلاح هسته‌ای در حال تحقق است و باید کمپین گسترده ای برای متوقف کردن آن صورت گیرد این در حالی است که موساد در گزارش محرمانه که برای سیستم جاسوسی آفریقای جنوبی چند هفته پس از آن ارسال کرده نتیجه گرفته است که ایران اگرچه اورانیوم کافی برای تولید چندین بمب را غنی کرده اما فعالیت های لازم برای تولید تسلیحات هسته‌ای را انجام نمی‌دهد افشاگری درباره تنش‌های ملموس در سیاست خارجی اسرائیل و اختلافات فاحش میان دفتر نخست وزیری و سرویس جاسوسی این کشور در حالی صورت میگیرد که روابط اسرائیل با مهمترین همپیمانش ایالات متحده به خاطر نادیده گرفتن همین ارزیابی‌های اطلاعاتی در وضعیتی بحرانی قرار گرفته و اختلافات میان رهبران دو کشور نیز در آستانه سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا به اوج رسیده است. نگرانی اساسی کاخ سفید این است که لحن بیمهابا و تخاصم جویانه نتانیاهو هردست خانرانی آیندش در کنگره به روند روبه پیشرفت مذاکرات جاری میان ایران و قدرتهای غربی آسیب های جدی وارد کند. گزارش های رسیده از مذاکرات حاکی از گشایش های بیسابقه و توافق بر سر برخی مسائل مورد اختلاف است. توافق کلی میان ایران و گروه پنج علاوه یک باید تا اواخر مارس و توافق جامع و نهایی باید تا پایان ماه جوان حاصل شود و یالت متحده نمی هیچ مانعی بر سر راه این توافق سرنوش ساز و تاریخی ظاهر شود، به گزارش گاردین این تنها بخش کوچکی از صدها پرونده و سند و مدرک جدیدی است که از سرویس های مهم جاسوسی نشت کرده و یکی از بزرگترین افشاگری های دوران معاصر را رقم زده است. گاردین و الجزیره از پیشتازان انتشار این اسناد تازند. این اسناد که طیفی از محرمانه تا فوق محرمانه را در بر می‌گیرند، عموماً مربوط به رویدادهایی هند که در فاصله سالهای 2006 تا دسامبر 2014 به وقوع پیوستند. اسناد ابتدا در اختیار واحد کاوشگری الجزیره قرار گرفتند و این شبکه خبری تحت حمایت مالی قطر آنها را با گاردین به اشتراک گذاشته است. در این اسناد محرمانه نشان داده شده که آمریکا به رغم ممنوعیت‌های اعمال شده تلاش کرده تا با حماس ارتباط برقرار کند برای که با اوباما رئیس جمهوری آمریکا رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را تهدید کرده که طرح به رسمیت شناختن فلسطین در سازمان ملل را متوقف خواهد کرد و نیز سرویس جاسوسی آفریقای جنوبی بر سر معامله 100 میلیون دلاری برای خرید ماهواره از روسیه دست به عملیات جاسوسی علیه این کشور زده است تعامل های سرویس جاسوسی آفریقای جنوبی با همتایانش در سراسر جهان کسر بزرگی از اسناد محرمانه تازه منتشر شده را تشکیل میدهد و اطلاعات چشمگیری درباره گستره بزرگی از موضوعات را افشا می کند. همچنین اسنادی از واحد ضد تروریسم سازمان جاسوسی روسیه منتشر شده که اتفاقی بسیار نادر است. سازمان های جاسوسی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اردن، امارات، عمان و چندین کشور آفریقایی نیز سهم چشمگیری در این اسناد تازه منتشر شده دارند. گاردین میگوید انتشار این اسناد در این ابعاد آن هم بیست ماه پس از افشاگری های گسترده ای ادوارد اسنادن نشان دهنده قابلیت های تأمل برانگیز آژانس جاسوسی در پنهان نگه داشتن اسرار است. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین اعلام کردند که روز سهشنبه پنجم اسفند ماه خروج تسلیحات سنگین از منطقه درگیری را آغاز می کنند. ادوارد باسورین یکی از سخنگویان جدایی طلبان به خبرگزاری اینترفاکس گفته است تجهیزات نظامی تحت کنترل سازمان امنیت و همکاری اروپا از خطوط مقدم جمهوری های خلق دونسک و لوهانسک خارج می شوند. به گفته آقای باسورین در برخی مناطق همکنون دهها واحد با تسلیحات سنگین از مناطق درگیری بیرون آمدند. سخنگوی جدایی طلبان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است در پیاده سازی معاهده مینس کنترل بیشتر را در مورد اوکراین اعمال کند با ارتش اوکراین را متهم می کند که گامی در راه خروج تسلیحات بر نداشته است یکی از سخنگویان ارتش اوکراین می گوید اوکراین تنها زمانی عقب نشینی را آغاز می کند که جدایی طلبان به توافق آتش بس یک روز تمام پایبند بمانند این عضو ارتش اوکراین جدایی طلبان طرفدار روسیه را متهم کرده است که به روستای شیروکینه در آغازین ساعات روز دوشنبه چهارم اسفند حمله کردند این روستا 15 کیلومتر تا شهر بندری مارویوپل که در دست نیروهای دولتی است فاصله دارد. بنابر گزارش‌های ارتش اوکراین این درگیری‌ها کمتر از یک ساعت ادامه داشته است. ارتش اوکراین پس از این رخداد اعلام کرد که بر پایه توافق اقدام به خروج سلاح‌های سنگین نخواهد کرد. عقب کشیدن تسلیحات سنگین از مناطق محل درگیری از مفاد صلحنامه‌ای است که در مینسک تنظیم شد. ایجاد منطقه حائل تبادل اسرا و برپایی آتشبس از تاریخ 15 فوریه از دیگر مفاد این صلحنامه بودند دو طرف درگیری اما پس از مهلت دو هفته‌ای برای خروج تسلیحات سنگین در پی حمله جدایی طلبان به شهر دبالتسفه از پایبندی به تعهد خروج تسلیحات سرباز زدند روز یکشنبه سوم اسفند ماه، جدای طلبان طرفدار روسیه و ارتش اوکراین به صورت کتبی بر سر خروج تسلیحات سنگین از محل‌های درگیری توافق کردند. هرچند تا کنون هنوز نه جدایی طلبان طرفدار روسیه و نه ارتش اوکراین به مفاد این معاهده پایبند نبودند اما مدیر سازمان امنیت و همکاری اروپا این معاهده را بهترین شانس برای کم کردن تنش و پایان دادن به درگیری ها می ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز شامگاه دوشنبه از دولت اوکراین خواست تسلیحات خود را از شرق اوکراین خارج کند پوتین در سخنانی که از تلویزیون دولتی روسیه پخش میشد اجرای معاهده مینسک و خروج ها از منطقه را راهی مطمئن برای عادیسازی وضعیت در منطقه ارزیابی کرد او همزمان احتمال شروع جنگ روسیه با اوکراین را منتفی دانست و ابراز امیدواری کرد که چنین چیزی هیچگاه اتفاق نیفتد. رئیس جمهوری روسیه گفته است روسیه همانند اروپا هیچ علاقه ای به جنگ ندارد. روز سهشنبه 24 فوریه وزرای خارجه فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین بار دیگر برای مشورت در مورد بحران اوکراین در پاریس گرد هم می‌آیند. ده فرمان یا ده خاصه انتشار متن درخواست های اوجالان از دولت ترکیه مذاکرات صلح در این کشور رو وارد مرحله بسیار حساسی کرده و فضای دوگانه بحث و جدلی میان افکار عمومی و رسانه ها به وجود آورده برخی رسانه های ملیگرا و منتقد دولت حتی از این ده درخواست تحت عنوان ده فرمان اوجالان یاد می کنند اساسا این دیدگاه و نگرش در میان های ملیگرای ترکیه دیده میشد که از ابتدا مذاکرات با کردها رو نمیپسندیدند و اون رو خیانت به کشور میدونستند حالا به قول معروف انتشار این ده خواسته آقای اوجالان به عنوان پیشنیاز مذاکرات صلح به قوز بالاقوزی هم برای دولت ترکیه تبدیل شده صلح با کردها میتونه برگ برنده برای دولت و حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات پارلمانی باشه اگر مذاکرات صلح با کردها به نتیجه برسه حزب عدالت و توسعه میتونه امیدوار به جذب آرای زیادی در مناطق کورت نشین باشه و از این رهاورد با کسب اکثریت قاطع در پارلمان خیلی راحت و بدون نیاز به دیگر احزاب به هدف بزرگ خودش یعنی تغییر قانون اساسی برسه حالا ما واکنش شدید ملیگره ها به دولت این هشدار رو میده که اگر این ده خواسته آقای اوجالان برآورده بشه و چنین امتیازاتی به کورت ها داده بشه قطعا دولت از آن سو آرای بخش از جامعه ترک رو به ویژه تیفای ملیگره رو از دست خواهد داد موضوعی که به چالش جدید برای دولت این کشور تبدیل شده در این میان پکاکا هم قبول درخواست‌های اوجالان رو پیش نیاز مذاکرات صلح میدونه اما تشکیل یک دبیرخانه در زندان امرالی برای آقای اوجالان و انتقال تعدادی از زندانیان پکاکا به این دبیرخانه تغییر قانون اساسی و لحاظ کردن حقوق کردها در قانون اساسی جدید افزایش اختیارات خودگردانی محلی و آزادی زندانیان سیاسی کرد و همینطور اجازه ورود به رهبران پیکاکا به کشور بخشی از درخواست اوجالان از دولت ترکیه استش که این روزها رسانه های این کشور با انتشارشون فضای بحث جدیدی رو به وجود آورن صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب کردی دموکراتیک خلقها هم گفته به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح منوط به پذیرش این درخواست از سوی دولت ترکیه استش به نوعی دولت ترکیه هم که از این بابت شوکه شده گفته طرح درخواست‌های افراتی در وضعیت شکننده کنونی پذیرفتنی نیست از سوی دیگه پکاکا از قندیل پیام تازه تری برای دولت ترکیه فرستاده جمیل بایک یکی از فرماندهان پکاکا در مصاحبه با مجله اکونومیست گفته که ما خواهان تشکیل یک کشور کردی و ایجاد کردستان بزرگ نیستیم ما فقط خواستار یک کانتون کردی در ترکیه هستیم او گفته اگر کردهای عراق خواستار یک کشور مستقل هستن به خودشون مربوطه آقای با یک همینطور به خواسته های آقای اوجالان در این زمینه اشاره میکنه و میگه که اگر رئیس جمهور ترکیه خواسته های ما کردها رو نپذیره ممکن هست درگیری ها اثر گرفته بشه حال با وجود چنین شرایطی باید دید دو طرف پس از دو سال گفتگو و تلاش برای رسیدن به صلح نهایتا به چه نتایجی خواهند رسید ترکیه تلویزیون ایران فردا محمد باقر قالیباف شهردار تهران امکان تمرکز زدایی از تهران را رد کرده و از لاینحل ماندن مشکلات زیست محیطی در پایتخت ایران خبر داده است شهردار تهران همچنین از مرگ علائم حیاتی زندگی و پشت سر نهادن همه خط قرمزهای زیست محیطی در تهران خبر داده است. آقای قالیباف در همایش تمرکز و سازماندهی پایتخت که روز گذشته در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با اشاره به موضوع تمرکز ددایی و سازماندهی پایتخت گفت: بررسی این موضوع در حقیقت مهمترین چالش توسعه و پیشرفت کشور است که امروز مورد بحث اندیشمندان حاضر در این همایش قرار گرفته است آقای قالیباف گفته است به اعتقاد من تا امروز همه کسانی که به جهت علمی به موضوع انتقال پایتخت پرداختهاند بر این نکته تأکید می کنند که انجام این کار عمل درستی نیست و با نگاه به تجربه مدیریتی که در سطح ملی و محلی در حوزه های مختلفی از جمله انتظامی، اقتصادی و خدماتی و فندی داشته فارغ از اینکه پول در کشور وجود داشته باشد یا خیر این کار امکان پذیر نیست افزایش آلودگی هوا افزایش شدید ترافیک شهری و کمبود آب شرب در تهران در سالهای اخیر منجر به دامن زده شدن به بحث تمرکز زدایی از تهران شده است محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود کوشید چند بخش اداری و کارمندان آن را به خارج از تهران منتقل کند روندی که ناکام ماند و ادامه نیافت شهردار تهران گفت برخی اعلام می کنن که رانت دولت ها در فروش نفت است و رانت شهرداری ها در صدور مجوز ساخت و سازها متاسفانه این موضوع تا حدی حد دارد اما افتخار ما در دهه گذشته این است که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی می توانیم این رانت را برای همیشه تعطیل کنیم شهردار تهران با اشاره به وجود مشکلات معضلات تهران به عنوان یک کلان شهر و پایتخت کشور گفت در حال حاضر بیش از 23 درصد جمعیت کشور در این شهر متمرکز شده در حالی که تهران تنها حدود یک درصد از جغرافی های کشور را به خود اختصاص داده است این یعنی مرگ علائم به عناصر زندگی در محیط شهردار تهران گفته است همگی شاهد مشکلات زیست محیطی در تهران هستیم و زمین و هوا را هم آلوده کرده ایم شهردار تهران همچنین در این نشست گفت در حال حاضر تهران در شرایطی قرار گرفته که به نظر من این شرایط سخت غیرقابل برگشت شده است و حداقل برای توان موجود غیرقابل برگشت خواهد بود شهردار تهران با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص صدور بیش از حد مجوز ساخت و ساز در تهران توسط شهرداری گفت شهرداری تهران بر اساس طرح جامعه و طرح تفصیلی اقدامات خود را انجام میدهد و بر اساس حقوقی که برای مردم قائل است کارهای خود را پیش میبرد به طوری که در ارائه بودجه سال 1394 اعلام کردم به عنوان شهردار تهران آماده هیچ پروانی ساخت و سازی در شهر تهران صادر نکنیم اگر احساس میکنید ساختمان سازی باعث معضلات شهر تهران است بنابر گزارش شهرداری تهران بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر یعنی نزدیک به 10 درصد مردم تهران به صورت هاشی نشینی و در شرایط ناگوار از نظر فقر زندگی می کنند. به گفته شهردار تهران میزان هاشی نشینی در شهرهایی مانند مشهد و تبریز از تهران هم بدتر است و به حدود 35 درصد می رسد.